मौला मौला मेरे हमेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे हमेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे شما بیایی مامان چایی بخوری اینجا چه خبره؟ چه نیازیه اینقدر ازش پذیرایی کنی ها؟ من اجازه بودن اینو تو این خونه ندادم که تو بخوای ازش پذیرایی کنی و خدمتشو کنی. این باید حدشو بدونه. مامان شما چی دارین میگیم؟ همین الان قبول کردین که حسنا اینجا بمونه؟ بله قبول کردم ولی به یه شرطی. چه شرطی؟ اینی لازم نیست تو هر حرفم بخوای دخالت کنی. من دارم باهاش حرف میزنم نه؟ حالا بگو تو شرط منو قبول میکنی یا نه؟ عمه من چیزی نفهمیدم. چه شرطی؟ دوباره همون مظلوم نمایی. لطفاً جلوی من انقدر نقش بازی نکن. لطفاً. به این زودی یه پسر پولدار رو تور کردی و حالا جلوی من مظلوم نمایی میکنی. خیلی خوب به هر حال. همه یه حرفای من فقط یه جمله است. اگه میخوای اینجا بمونی پس باید اون پسر رو با اینی جور کنی. مامان چی داری میگیم؟ تو ساکت باشنی وسط حرفم نپر. من دارم حرف میزنم. اگر میخوای اینجا بمونی باید کاری کنی شهریار با اینی وصلت کنی. بالاخره اون پسر این همه راه دور اومد که خانومو برسونه، پس حتما یه ارتباطی دارین. عمه بهتون که گفتم باور کنید من اونو نمیشناسم. بازم همون دروغ؟ حرف منو با دقت بشنو. اگر میخوای تو این خونه بمونی به شهریار بگو فوراً بیاد خواستگاری اینی، وگرنه بارو بندیل تو جمع کنو از اینجا برو بیرون. یه پسر پولدار رو تور کردی و جلوی من حالا مظلوم نمایی میکنی. بالاخره اون پسر این همه راه دور اومد که خانومو برسونه دیگه، پس حتما یه ارتباطی داری. حرف منو با دقت بشنو. اگر میخوای تو این خونه بمونی به شهریار بگو فوراً بیاد خواستگاری اینی. شهریار؟ بله بابا بزرگ. تو کجا بودی؟ بابا بزرگ من بابا بزرگ من ورزش صبحگاهی رفته بودم، الان یادم اومد. ساعت 11 و ورزش؟ ماشاءالله. خب بابا بزرگ حالا گیر ندین دیگه، فقط یه ذره دیر کردم. یه ذره؟ میتونم دلیل دیر کردن تو بدونم. و یادته که امروز دادگاه آزمایشی داشتی؟ بابا بزرگ من باز فراموش کردم. بازم فراموش؟ ماشالله ماشالله. حالا میتونم بپرسم این عادت فراموش کردن رو کی ترک میکنی؟ ها؟ این اصلا عادت خوبی نیست پسرم. بشین اینجا ببینم. بشین. خب خیلی معذرت میخوام، اصلا بده دستاتو ببوسم. دیگه ازم عصبانی نیستی؟ عصبانی که نیستم، اما خیلی خوب چاپلوسی میکنی عزیزه دارم، پسر یه شیخ و شیطون. واقعا نمیدونم که چطوری باید به شما حالی کنم.
تو نمیدونی بابا بزرگ چقدر دوستت داره؟ میدونم بابا بزرگ، خیلی هم خوب میدونم. اما شما میدونین که این کارای وکالت از من بر نمیادش. چرا بر نمیاد؟ توانشو داری؟ به این فکر کن که نوه سلطان حیدر از وکالت داره فرار میکنه. مردم چی میگن پسرم؟ فکرشو کردی؟ نه. من میدونم که شما آرزو دارین که من مثل شما یه وکیل بزرگ بشم، ولی بابا بزرگ هر پرونده ای رو که بگیرم آخرش میبازم و نوتون تو این کار خیلی معروف شده. همین که اسممو میشنون فرار میکنن. این که درست نیست. نه؟ فرار میکنن. به خودت اعتماد داشته باش. باید به خودت باور داشته باشی. وقتی خودت به خودت اعتماد نداری، پس بقیه چطور بهت اعتماد کنن؟ حالا غمگین نشو. حالا گرسنته؟ آره خیلی. پاشو بریم غذا بخوریم. شما هم غذا نخوردین؟ بدون تو مگه از گلوم پایین میره؟ آی بابا بزرگ خودمی. عزیز دلم، قربونت برم. مامان حرفمو گوش کن. دارین چی کار میکنی مامان؟ چرا؟ مگه چه اشتباهی کردم؟ آهان، یعنی این کارتون اشتباه نیست. مامان این چه شرطیه که واسه حسنا گذاشتی که من با اون پسره ازدواج کنم؟ فراموشش کن مامان، من حتی اون پسره رو نمیشناسم. ولی من که میشناسم، اون نوه یه آدم سرشناس و بزرگیه. اینی خانوادش خیلی محترمه. تو با این خانواده وصلت کن. بعد ببین فکر کن اصلا ما دیگه چی میخوایم. ازدواج ازدواج ازدواج. شما چطور شده مامان؟ به خاطر شما من از خجالت آب شدم. آقا از چی خجالت میکشی؟ مگه کجای کارمون اشتباهه؟ این حقمونه دختر. اگه میخواد تو این خونه بمونه پس باید کمکمون کنه. فهمیدی؟ همه این مسئولیت ها گردن ماست. اون هر کاری کنه ما باید مراقبش باشیم. خیلی جالبه. مامان ما با حسنا نسبت خانوادگی داریم. ببخشید، کدوم خانواده؟ اون دیگه علی رو ترک کرده و از این لحاظ ما هم دیگه باهاش هیچ نسبتی نداریم دخترم. حسنا برای من چه کاری که نکرد؟ من خیلی بهش مدیونم. شما همه چی رو فراموش کردی؟ فراموش کردم. همه چی رو فراموش کردم. اون اگر میخواد اینجا بمونه باید کاری کنه تو با شهریار ازدواج کنی. این حرف آخرم بود. اون نفعی یه آدم سرشناس و بزرگیه. اینی خونوادش خیلی محترمه. تو با اون خونواده وصلت کنی فکر کن ما دیگه چی میخوایم. اون اگر میخواد اینجا بمونه باید کاری کنه تو با شهریار ازدواج کنی. آبروی من رو که جلوی همه بردی. منم دنی کارو نکردم فیدا. واقعا؟ پس کی گفت که تو این کارو بکنی؟ قلبم. از اینکه تو رو از دست بدم ترسیدم. عشق من نمیذاره که تو مال کسی بشی. من اینجور عشقی نمیخوام که پدر و مادرمو به خاطر من بیا برو کنه. حالت خوبه؟ اگه حالت بده تمنا پاشو بریم دکتر. نه نیازی نیست بهش. تو کنار من هستی، من دیگه هیچی نمیخوام. تمنا تو چند روزه که حالت خوب نیست. دکتر رفتن که ضرری نداره. گفتم که
بهش نیازی نیست. تو فقط کنار من بمون. اینجا بشین و جایی نرو. نمیری که نه؟ باشه نمیریم. ولی به یه شرط که تو بری چند ساعت استراحت کنی. قول میدی که نمیری؟ گفتم که همینجا. تو برو استراحت کن. خودکشی میکنه و تو به جای اینکه مانعش بشی داری روش درستشو بهش یاد میدی؟ همچین آدم بیادبی تو عمرم ندیده بودم. این لبخندات مشکوک به نظر میرسن. منظورتون رو نفهمیدم پسرم. اینجوری گوشه نشستن و با خودت لبخند زدن کیه؟ آه کسی نیست بابا بزرگ، شما هم همش دنبال فرصت میگردینا. باشه اگه نمیخوای بگی صلاح خودت، ولی اگرم بگی من قول میدم به کسی نگم. آره بابا بزرگ، شما هم با اون قولتون، من نوه خودتونم. آه شیطونه بلا بگو دیگه. باشه میگم، بیا جلو. هیچ کس نیست. ای شیطون بلا بگو دیگه، داری منو پاسی میدی؟ سلام به همگی. بلا توی؟ چشمم روشن. اینجا چی کار میکنی؟ امتحانم تموم شد، گفتم برم یه سری به خونوادم بزنم. عالیه پسرم، باید بهمون خبر میدادی میومدیم فرودگاه دنبالت. پدر بزرگ، فکر کردم خوب سورپرایزتون کنم. خیلی دلم براتون تنگ شده بود. منم دلم برات تنگ شده بود. با این سورپرایزاتون شما دوتا جیون بابا بزرگو میگیرید. خدا رو شکر، خدا رو شکر که هر دو نوام کنارم هم. بلال تو رفتی خارج چیزی رو فراموش نکردی؟ ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. گریه میکنی حسنا؟ هیچی. ببین حسنا، من میدونم به خاطر حرفای مامان ناراحتی، ولی تو نگران نباش، من باهاش حرف زدم. تو چرا باهاش حرف زدی؟ خودت میدونی که همینجوریش هم فکر میکنه من تو رو علیهش تحریک کردم. نیاز نیست به این چیزا فکر کنی. به این فکر کن که دیگه با ما میمونی. من دوباره حسنا رو برمیگردونم. خدا کمکم کنه. هر چی بشه من حسنا رو تنها نمیذارم. نمیتونم که تنهاش بذارم. کجا میری؟ میدونی که خیلی نگرانم و از حسنا هم خبری ندارم. تو هم که لج کردی و نمیری دکتر. باید حسنا رو پیدا کنم. من لج کردم و نشستم علی؟ تو باید کنار من بمونی. حسنا دیگه رفته، هم از خونت رفته هم از زندگیت. تا کی هی دنبالش میدوی؟ اون خودش این تصمیمو گرفت. تصمیم من یا تو نبود. من میدونم چون عصبانی بود. نمیدونم کجاست و تو چه حالیه. اون بچه کوچیک نیست، میتونه حواسش به خودش باشه. حسنا مسئولیتش با منه. من نمیتونم اینجوری تنهاش بذارم. و من کیم؟
اگه حسنا مسئولیت توه پس من کیم و بچم؟ تو هیچ مسئولیتی نداری؟ الان حسنا این موضوع رو فهمید و جاشو برای من خالی کرد، ولی تو چرا نمیفهمی؟ تمنا تو از من چی میخوای؟ میخوای که من حسنا رو تنها بذارم؟ من نمیدونم که حسنا کجاست، تو چه وضعیه؟ اگه بلای سر خودش بیاره چی؟ اون هیچ کاری نمیکنه، خیلی ترسوه. علی، فقط من به خاطر تو میتونم جونمو بدم. تو چرا نمیخوای بفهمی؟ فکر حسنا رو از سرت بیرون کن. به من نگاه کن که چقدر حالم بده، و تو به جای مراقبت از من همش به فکر اون حسنا هستی؟ اون هر جا که باشه حالش خوبه. کافیه، تو از اینجا هیچ جایی نمیری، تو از کنار من هیچ جا نمیری، نمیری. لطفا بلال بگو ببینم درسات توی خارج از کشور چجوری گذشته؟ خیلی خوب بود داداش. اگه از دختری خوشت اومده اونجا به من بگو. نه خیر داداش، اگه کسی بود حتما بهتون میگفتم. ببین این موضوع خجالت نداره، من داداشو بزرگتم. اگه از کسی خوشت اومده میتونی به من بگی، با بابا بزرگ صحبت میکنم. نه خیر داداش، واقعا اگه بود بهتون میگفتم. در ضمن اول شما باید ازدواج کنی نه؟ به چی فکر میکنی داداش؟ به هیچی. به نظرم از یکی خوشت اومده. آره به نظر که اینطوری میرسه. واقعا؟ من الان به پدر بزرگ. چی میخواید به بابا بزرگ بگید؟ شما باز چه بحث مهمی رو شروع کردید؟ مامان راستش حسنا میخواست کمکم کنه، میخواستیم بریونی درست کنیم. نیازی نیست اینقدر خودتو صمیمی نشون بدی، ما خودمون خیلی خوب میتونیم به کارمون برسیم، فهمیدی؟ و به علاوه این جهلی نیست که بخوای تحت تأثیرت قرارش بدی. مامان دیگه به حسنا چیزی نگین، قول بدین. اینی من نمیتونم قولی بدم که نتونم بهش عمل کنم، فهمیدی؟ بهش بگو که سرش به کار خودش باشه و خیلی زود برای خودش جا پیدا کنه و از اینجا بره. من مدت طولانی نمیتونم اینجا تحملش کنم. بهت که گفتم حسنا، مامان از علی عصبانیه، سر تو خالی میکنه. از طرف اون من معذرت میخوام، ببخشید. نه تو معذرت خواهی نکن، من از هیچ حرف عمه ناراحت نمیشم. شما به من پناه دادید، همین برام کافیه، وگرنه من کجا میرفتم؟ خب این حرفا رو ول کن، حتما گرسنه شدی نه؟ برم ببینم غذا حاضر شده. منم بهت کمک میکنم. بگو ببینم خوشگله. دونی وقتی آدم عاشق یکی میشه دیگه نمیپرسه که چقدر خوشگله، شاید اون از همه خوشگل تر باشه. این عشق عزیز دلم آب نیست که هر وقت تشنه شد بگی یه لیوان آب بده، برای آب باید هزینه شو داد، به همون قیمتی که تشنه های کربلا پرداخت کردن.
چی میخواید به بابا بزرگ بگید؟ به هیچی نمیخواستیم بگیم، فقط داشتم از بلال میپرسیدم که برنامهش چیه، مگه نه بلال؟ آره، برنامه بعدیم همونه که پدر بزرگ میگه. پسرم، خواسته یه من اینه که تو مواظب شرکت و تجارتمون باشی و ایشون هم از جایگاه هم مراقبت کنه. بابا بزرگ، بازم همون موضوع. به خواست شما من رشته حقوق خوندم ولی نمیتونم تجارت بکنم. شما باور کنین اصلا نمیذارم هیچ شکایتی پیش بیاد. من همین الانم هیچ شکایتی از تو ندارم. تو به خواسته من رشته حقوق خوندی ولی خبر نداری که در درونت یه وکیل با استعداد پنهون شده. بابا بزرگ، این فقط نظر شماست. خیلی زود همه مردم هم میفهمن. ولی من هر پرونده ایو میبازم. بعد شکست پیروزی هست پسر. من با این سنم تجربه کردم و یاد گرفتم که آدما وقتی میبازن که خودشون شکستو بپذیرن. فهمیدی؟ فهمیدم. خب بریم چایی بخوریم و بقیه حرفامون رو بزنیم. بریم شیر پسرای من. خدا رو شکر میکنم که با منی، کنار من هستی. حسنا، تو من از داغون شدن نجات دادی، به من کمک کردی. من به کمکت نیاز دارم، لطفا کمکم کن. خاطرات جدیدی که با تو میسازم قطعا خاطرات قدیمی از بین میبره. من تا آخر عمرم به عهدم وفا میکنم. تا آخر عمر بودن تو کنار من یه جور احساس آرامش به این میده. چت شده آقا شهریار؟ چرا همش به فکر اونی؟ زنگ بزنم؟ ولش کن، شاید بعدش بیاد، بی خیال. ولی یه امتحان که میتونم بکنم. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. جواب بده. الو، بله، شما؟ چطوری حسنا؟ ببخشید، شما کی هستید؟ شما منو نشناختید؟ ببینید، لطفاً بگید کی هستید، من حوصله این معما بازی ها رو ندارم. حسنا، بازم که عصبانی شدی. من شهریارم دیگه بابا. کدوم شهریار؟ حسنا، همونی که شما رو خونه رسوند. شما برای چی به من زنگ زدی؟ اصلا شما شماری من از کجا پیدا کردین؟ معذرت میخوام، گوشیتون پیش من مونده بود. منم یعنی شما از گوشیم شماری منو برداشتین؟ خجالت نمیکشین؟ حسنا، من معذرت میخوام ولی شما در موردم اشتباه فکر میکنین. من پسر بدی نیستم. آره دارم میبینم. لطفاً دیگه هیچ وقت به من زنگ نزنین، فهمیدین؟ حسنا لطفاً، من یه بار میخوام شما رو ببینم. شما اصلاً شاید ناراحت بود واسه همین حرف نزد. نمیدونم، ولی فکرش جونمو میگیره. اینجا چه خبره؟ گوشی. آره دارم میبینم. این یه بیچاره چقدر خوش باوره. اون فکر میکنه علی در حقت زیاد روی کرده. و تو داری این دسته گلو به آب میدی. به نظرم علی هر کاری باهات کرده حق داشته. تو لیاقتت همینه.
لطفاً اینجوری نگی. من با شهریار هیچ ارتباطی ندارم. آها، واسه همین این وقت شب بهت زنگ میزنه؟ یه چیزی رو به یاد داشته باش، لازم نیست که واسه شهریار نقشه‌ای بکشی، فهمیدی؟ من فقط به این دلیل اجازه دادم تو این خونه بمونی که کاری کنی شهریار با اینی ازدواج کنه، فهمیدی؟ وگرنه من اصلا دوستت ندارم و اصلا خوشم نمیاد. منم همچین توقعی ازتون ندارم. نبایدم داشته باشی، خیلی خوبه. و حالا اگه تماس عاشقانه تموم شد، پس درو قفل کن و برو تو اتاق خواب بخواب. چون تو اگه به فکر خودت باشی یا نه، ولی من خیلی به فکر دختر جوونم هستم. لطفاً منشی منو بفرستید داخل. بیا داخل. سلام آقا، به دفترتون خوش اومدین. بفرمایید بشینید لطفاً. چشم. ببخشید یادم رفت اسمتونو بپرسم. اسم من کتایونه، اما همه به من اینی میگن. اینی؟ اسم خیلی قشنگه. ممنونم. اسم من بلاله و شما میتونید من بلال صدا کنید. بله آقا. راستش من وقتی شنیدم رئیس میاد، تصور کرده بودم یه آدم میان سال باشه. ولی شما خیلی جوونین. راستش این کار از زمان پدر بزرگمه، یعنی در واقع تجارت خونوادگی مونه. آهان، فهمیدم. آقا راستش اینجا رو باید امضا بزنید. حسنا بعد رفتنشم بین ما دوتا مثل دیوار قرار گرفته. من باید تو دل علی نسبت به اون نفرت ایجاد کنم، وگرنه اگه علی دوباره حسنا رو اینجا بیاره من چی کار کنم؟ مالا مالا میره همیره تو ہی سہارا مالا مالا میرے همیره تو ہی سہارا مالا مالا میرے. دی دی تی وی ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.